بار دیگر صبح شما را بخیر میگیم و برنامه صبح تاجیکستان ادامه دارد. در این قسمت برنامه صحبت می آوریم با جانبه که اسراریان مدیر کافدرای تاریخ خلق تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان داتسنت وابسته با جشن نوروز ماهیت آن آین هایی که در جشن نوروز عملی می گردند رایج هستند و دیگر اندیشه هایی که در جشن نوروز همگیر می شوند و مثل خرد نیک، اندیشه نیک و پندار نیک، گفتار نیک و رفتار نیک که در مجموع می توانند از عناصر مهم ترکیبی جشن نوروز باشند. بعد صحبت را از آن آغاز می کنیم که طوری که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امیر رحمان تاکید می کنند، نوروز با آب و خاک، مرز و بوم و روح تمدن ساز نیاگان ما پیوند ازلی دارد. واقعا هم درست است. وقتی که ما در باب نوروز صحبت میکنیم، این یک نوع انقلاب دوره نئولیتی هست، یعنی خیلی دوره کهن است و وقتی که ما میگیم که مردم ما از اون سرزمین قوم هایی که با نام آریاییش میگیم و به همین مانند آنهایی که در سرزمین زندگی میکردن، البته از روی مشاهده، تجربه و دانش را آفریدن. در با نام نکروچ و نوروز معلوم و معروف شد، البته از مردمان ما هست و به کمال رساندن و یک شکل دادن این به مردم ما خاص است. اصلا جشنواره ها از مردمی تمدن ساز، از مردمی که اندکی پیشرفته می برایم. چرا ما نوروز رو میگیم که دانش هست و یک نمونه برجسته مناسبت و شناخت طبیعت هست؟ از مردمی تمدن ساز است، یعنی تمدن آفر. نوروز دانش استرانومی است، یعنی مشاهده کردن که کی اعتدال می شود، کی خود طبیعت زمین روتو اوریانه با رو پوش میکند با سبزه های زیبا و با همه مانند. این درک کردن مدت خیلی طولانی این البته دوام کرده است. و دیگر ببینید که چند نقطه های دارد که به ما در مجموع خاص هستند. این چیز ها گیگین هست، یعنی بهداشته هست. دانش های دیگری که نظری هستند، شب و روز هست، ستاره ها هست، گردش فلک هست و در کوهستان ما باز در شکل بهتر و خوبترش تا امروز شب و روز رسیده است. و بخاطر آنکه فرق کنیم، ما باید دو نوروز از هم دیگر فرق کنیم، یکی نوروز شهرستان ها هست و دیگری نوروز کوهستان و کوه منظر. در شهرستان ها می توانید بنیادش بماند، ولی چوی افزودن ها از حساب آمد و رفت دیگر چیزها پیدا می شود، ولی در کوهستان در همون شکلی بنیادش اصلش میموند و با متاسفانه کمتر ایره تحقیق کردیم. زیبایش در این است که از ستاره که پیدا می شود، از اولین رستنی که پیدا می شود، از اولین گیاهی که ما داریم، از گیاه نوروزی میگیم، در جای سیاهگوش میگیم، گل زردک میگیم، گل نوروز میگیم، این چیزهای خیلی زیبا هستند. این خودش پیدا می شود، طبعاً میگوید که من رسیدم. مدت چند هزار سال در خاک زمین ما تشکل یافت، اما از ستون مهرش با پرگی چیزی کامل گردید که امروز دیگران هم قبولش کردن. چند نقطه که در اینجا میتونید، همه تقریبا همه نمونه های دانش های انسانی در نوروز هست، بهوده نمیگرد. اگر هرچند که در باره دیگر هست، ما میتوانیم بگیم که یک نیخالی بسیار تنومنده هست که همش از خیرد دانش عبارت است و قول فردوسی همه شاخه و پند و برگش خیرد هست، همون درختی که ما میگیم در شهروز. و یک سخن نمیشه و گفتن، ولی همین خاصیت تاجیکی نمایان میشد. میخواید نمیخواید هر سال احساس میکنید که باید همین جشن گرفت، برای طبیعت برابر شما بیدار میشود، میخیزد. احترام آب در این در جشن واره، احترام گیاه ها در این جشن واره، از عنصر های شگرف نوروز است، احترام همه میوجاتی که موجود است، احترام خود انسان، یک گومانیزم بلند نوروز است که در این ظاهر می شود. خوب، کدام مثلا
шигарфии унсурҳои Наврӯз аст, ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳон ҳамчун ҷашни умумибашарӣ эътироф кард онро. جشن طبیعی است. دویم ما گفتیم که این جشن دانش است، جشن خیرد است، خیردگرایی افزون دارد. این جشنواره جغرافی است، جشنواره استرونومی است، جشنواره تاریخی است، هر چی که بگوی هست. حالا چنانی که ما گفتیم این بهداشتی است، مثلا جشن روانی پسیخولوژی است. اگر چیزی عادیه که ما میگیم همون شب روز باید کنار از دل دور کنیم، بزودایم از دل. جشن اخلاقی است، مناسبت بد نکردن. جشن تندرستی انسان ها است. و همچنین گفتیم واسه با جشن باره که انسان ها باید سخن بد در زبان نگیرند. آب جشن آبادکاری است. میگه که در عرفه نوروز نیحال شناندن در کار. اطراف خانه را تازه کردن در کار، محیط خانه را تازه کردن در کار. خصوصیت هایی که با گیگی نوابسته است تازه کردن، هم بدن تازه می شود چرا که طبیعت و پوش تازه می گیرد. ما باز نیست، ولی در بنیاد چیزی که هست که ما همون بنیاد ما باید تازه کنیم. تینت را سری سالش می گیم باید با همین چی تازه برگرده، حتی دشمنی را دیگر نورزیدن را تلقیم میکنند. در میگفتن که با بازی های بسیار زیبا هم داشتن دانشمندان ما، توانستن به همه وسیله در دل مردم جا کنند نقطه های خردمندانه که از گذشته همون آمده بود. با مردم هر بیگاه مثلا بیگاه نوروز روان کردن هدیه در مردم کویستان، این بیشتر یک هر بگه انانه بود، همسایه با همسایه خوراک میفرستاد که خوراک نوروزی حاضرم رایج است. حاضرم بله رایج است. با خانواده با بانوان بسیار زیبا و دختران با دوشیزه ها و معشوقه ها دستنبوی میفرستادن، یک چیز زیبایی که اماده میکردن مثل خوزرم هست این دستم بوی عطری خشک هست که با میفرستان در کاغذ میفرستانن، کاغذ دستم بوی میگفتن میفرستانن، اونو میگرفتن که خود نهروز است. بعدو با شخصی که شما در دل کینه داشتید باید یک هدیه میفرستید و احساس میکرد که علاکه شما را بخشید است، امیز این کار رو میکرد، قلب ها پالوده شدن. این چیزهای خاصیت های معنوی نهروز خیلی زیاد هستن و تفکر انسان وابسته است. و مهمتر از همه در این جشن نه تنها یگانگی انسان ها هست، بلکه یگانگی انسان با طبیعت هست. ما باید رو باید بشناسیم. میدونید در همون غیزو همون این نمایان میشود، هر غیزویی که میکنیم بیشترش یا دانگی هست یا از همون علف های سبز خودی بهاری هست، طبیعت هست. یک غیزوی بسیار مهمش هست این سومنک. سومنک دیگر خاص یگان اید نیست و جز از نوروز، برای که سبزه نوروزه گندم ایجاد می شود. در ادبیات هندی سوما است، در ویده ها سوما، در ما درخت خوما بود، از آن شربت تیار میکردن که به مردم بسیار منفعت داشت. خب در اطراف هم بسیار صحبت کردن ممکن است، ولی یک چیز با طبیعت باید در قیاس بگیریم. همین سخن اطراف شیره می روید. در بهار شیره رستنی ها به تنه می دود، به تنه رستنی ها می دود. در انسان ها اصلا شیر رضای مهمترین است که مادر به فرزند می دود. ایشان وقتی که زنده می شود شیره به بدن رستنی می دود که او حاصل می شود. این ما شیره می گیم، در شکل هم قبول کردیم، شیر گفتیم، هندو ها سوما گفتن، با در ادبیات یونانی با نام شیره گل نکتر. و در سومانه که ما این چیز هست زیباگش هم دارم این است که ما وقتی که می پالانیم تازه میکنیم رب میپذیم، این در اصل 21 در امریکا اصلا این را کشف کردن و از همین سبزه نورسته گندم یک داروی هم تیار میکنن
як оби тайор мекунанд ки вітграс нам дорад. Ва оно истифода мебаранд барои ҷавон кардани جسم جسم организм. Бибинед чӣ қадар аз соҳоина мо дарк кардем. Ягони мо дарёфтам. Дарёфтам. Ин асли он ҳамун шира аст. Дар мо шираи аслӣ дар маънавиёти мо чӣ аст? Хиради мо аст, дониши мо аст, фаҳмиши мо аст. Ва бояд бигӯем ки аслан дар мо маънавиёт бартарӣ дорад. Бартарӣ дорад нисбат ба модиёт. Ҳама вақт Наврӯз зебогиро мепарастад. Бале. Ҳамон ҷои зебо ҳаст. Муҳити зебо ҳаст. Муҳити зебо ҳаст. Ва барои чӣ либоси тоза мепӯшанд? Табиат пироста мекунад пироҳани худро. Ям бод пироста кунад, ороста, бӯи хуш аз шумо берун бирояд. Чизе ки оддие, ки барои ҳама зарур аст. Духтаро мо камтар таваҷҷӯҳ мекунем. ببینید هر طایفه هر گونه لباس داشتن و زنها نیز وابسته به سن سالشان از روی مشاهده می توانستید درک کنید که این دیدار دیدن ممکن است در که به زبان امروزه بگیم خوشدار شدن ممکن است برای اینکه از همون طرز بافتن گیسوشان معلوم بود مثلا زنهای شوهردار اینا دوچاله میکردن دو کاکل می بافتن اینا دو چاله میگن در هم مردم کوهستان بعد پنج تا بود اینا همش معنی داشتن این دخترا جمیلک می بافتن سینی سال رو مویم جمالک می بافتن خیلی چی رو باید میکردن بعد چل کاکل می بافتن هر کس به سینی سالش رو بود لباس ها نیزم خیلی اهمیت داشتن لباس هایی که چگونه باید باشن کی مثلا як намуди сарпӯше буд ки дар мардуми мо хуб сарапаноҳ мекарданд бо доштанд кӯлоҳҳо ё ки ҳамон сарпӯшҳои румӯлҳое ки дум дошт то пушти сар мӯйҳои занҳо пинҳон буд воқеан наврӯз хирадро талқин мекунад андешаи некро таҷассум мекунад дар оинҳои худ дар расму анъанаҳои худ ва Абу Абдуллоҳ Рудакӣ низ мефармояд ки то ҷаҳон буд асари одам фароз кас набуд аз роҳи дониш бениёз мардумони бехирадан дар ҳар замон роҳи донишро ба ҳар гуна забон гирд карданду гиромӣ доштанд то ба сангам дар ҳаме бингоштанд акнун мегзарем бар сари он масъала ки имрӯз сарфи назар аз он ки хуб дар бораи оинҳои ҷашни наврӯз ки роиҷанд имрӯз дар кӯҳистон дар мардуми кӯҳистон ва омадем ба ҷаҳонӣ шудани ҷашни наврӯз дар шароите ки авзои ҷомеаи ҷаҳон бисёр авзои ҳасос аст мураккаб аст печида аст метавон ифтихор кард метавон шукргузорӣ кард ки ин ҷашне ки ниёгони мо дарёфтанд падид оварданд ҷаҳонро ба шариатро ба некӣ ба ҳамбастагӣ ба сулҳ ба хайрхоҳӣ ба некандешӣ ба гузашт кардан талқин мекунад ё ин ки даъват мекунад дар ин росто чӣ фикр доред ҷашнвораҳо аслан ба хотири шодии мардумон аст ба хотири ба ҳам омадану ҳамоиши мардум ҳама бо шодиву хурсандӣ онҷо ҷамъ мешаванд ҳама як ният доранд ки мо бод ид кунем шоди тантан наандозад шодӣ кунем тантан накунем нерӯи хират нерӯи шодиафзо зиёдтар бошад дар ин пирӯзии нур азо яъне ҳамин худ ба худ ҳамоиш аст бале ва ба ҳам овардани мардум аст он чизе ки мо мегӯем барои ҳеч кас бегона нест вақте ки дар дастархон тухм мегузоранд ки нишонаи зиндагӣ ҳаст вақте ки либоси охирӣ мепӯшанд бигзор либоси хонаи худшон пӯшанд шодӣ мекунанд шеър мехонанд бозиҳои гуногун доранд ҳама дар талошанд аз хурд то калон бо муҳимаш ҳам аст ки ҳамаш равошам медонад меъёршам медонад ки дар куҷо ҳаст ҳама чиза медонад давлатҳо вақте манфиатҳои худашона мебинанд ҳодисаҳои замони охир чуноне ки дар кишварҳои шарқ шуд дар ливияву дар сурияву дар ироқ дар ин ҷо метавонистем ки онҳо ба василаи ямин таълимоти зебо ё ки ба василаи як ҷашнвораи зебо ба василаи хирад инҳоро муттаҳид кунанд вале
وقتی که خرد گوش کار دارد و وقت یراق صدا می دهد. همین رو دیده مردم عالم قبول کردند. ما نه گیاه های تاجیکستان می شناسیم، نه پرنده های تاجیکستان می شناسیم. فرق نمی کنه. ما از کیم کجا میریم چای میاریم برای نوشیدن، حالا که هم چای کرک و همین چیزی که هستیم در همین طور سرزمین خودمان هست ما میتونیم با طبیعت مردمی با سیریش ما موافق بله با موافق هستم این صورت، یعنی ما را بار دیگر تلقیم میکند که ما به همین وطن و به همین آب خودمان توجه داشته باشیم. مثلا جشنواره های ملی این وطن پرستی هستند، بله مایه خودشناسی دارند. در مجموع من میگم که نوروز این آرخیتیپ است. ما فقط نوروز میگیم، پیش هر کس که نوروز بگی الله که او چی میگه؟ بازی های گوشتین و پایگوین، خیزوهای نوروزی، در یک واژه نوروز این قدر دنیای معرفت خفته است یا نخفته است. ما باید به این توجه کنیم و شادم هم البته ما همچون مردمی آفرنده تمدن خاصه شاد هستیم که در هر کجا میگن که نوروز، خود کلمه بله. همون نوروز کفایه است که بله. ما افتخار داشته باشیم از آنی که باز نقطه های دیگر هم میگن. مولانا در روز چیله کوچی را خوزا میکنن خودنش کوچی. خب نوروز ما میگیم که یک غذاهایی که بسیار برای ما معمول است از غذاهای دانگی هست و سمنه. وقتی من در باب تیرگون ورق گرداندم یک غذای خاصه داریم که هم خاصه همون دوره وی است، تیرگون است، نشایسته تو که نشستش میگن که هم از گندم نورویده حاصل نو کرده میشه، اون هم شیرش گرفته میشه. خاصیتش همین است که در تابستان نه به میمار نه به سالم زرا زیان ندارد، مجاز گرم خونه کرد نمیداند، فشار پس بالا سرحد ندارد، سرحد ندارد. یعنی اینا در زمینه مشاهده تجربه و دانش ها به وجود آمدن، هم خیلی به هیچ نمیشه فقط به زمینه بنیاد، به زمینه بنیاد نمیشه. گفتیم که هر یک نفری که در نوروز می اومد شاهان هم جای خود داشتن، طبقه های دیگه هم داشتن، برای که حافظ میگه میری نوروز انتخاب میشه، 5 روز که میرفت بله. میری نوروز میگفت تو چی باید کنی، تو چی باید کنی. این هم یک حکمتی خود فلسفه خود دارد. خوب چون گفتید جشن ها اصلا که مردم ما نیاگان ما پدید آوردن و تو امروز ما از آنها استقبال میکنیم با مثل نوروز، تیرگان، مهرگان، سده، از جمله نوروز که معمول ترین اونها هستن، اینها جشن های وطن دوستی هستند، مهن دوستی هستند، خودشناسی هستند و نمونه اینها برگزاری همون بازی های ورزشی است. میخواستم صحبت هم را در این خصوص ادامه دهم. خود جشن ها، خود بازی ها در زمینه همون عمل ها، مراسم های نخستین پیدا شده. مثلا گوشتین، دور زنی در گرد دوره و اینها، اسب دوانه، با اسب دوانه بسیار اینها، اینها مراسم های هستند که مثل مشق میکنن پیش از آنی که وطن حمایه کرد. بسیار چیز زمین پیدا بله، شده بله. با زمین چیز پیدا شده، اسب دوانی هم همین حکمت هم در همین نقطه است، از زمین است. بازی ها از اولین عمل های مراسمی مردم در همون دوره نیولیت است، یعنی زور آزمودن، نشان دادن. ببینید که پهلوان های ما در میان مردم نشان میدهند و اکثر بگیم که در از زمان اوستا حکومت اساسی در دست اریستوکراتی حربی بود، اسیرزادگان حربی. بله آنها برای آنکه حمایه کرده میتونستند وطن، جسارت داشتند، جوشن داشتند، نیرو داشتند. آهسته آهسته با شکل گرفتن تمدن عمل های نمایشی پیدا شد، یعنی هیچ کس نمیره در میدان جنگ هنری او را ببینه، در اینجا نشان میدادن بعد پهلوانی را نشان میدادن. اصول بسیار زیبای مقرر کردن تهمتن در یک کشور همین است، پهلوانی بزرگ. و دیگر
اسبدوانی از همین است. در بسیار سرچشمه هایی که هستند اسبدوانی دیده می شود، چوگانبازی، اسبدوانی، چوگانبازی، پایگاه های هر خیله، پایگاه های هم مردانه هم و وصله چاروا، تیزنی و دیگر چیزهایی که هستند. ولی مهمش گوشتنگیری و اسبدوانی. در منطقه هایی که اینجا بود، در حصار این گونه سیل ها تا در زمان امارت بخارا می شود، در منطقه های جنوب تاجیکستان در کلاب، در تماشا تیبه کلاب می شود و حتی میگن که بیک در اصل نزده 400 تا سرباز جدا میکرد که همت به ترتیب بشود و توجه اساسی به پهلوان ها بدن و پهلوان ها مثل اموزه ورزشگران ما معرف کننده محل ها بدن برای فلان پهلوان از افغانستان آمد، از اینجا آمد، از رشت و از حصار و اینجا به کلاب یا بلجوان میرفتند. دیگر سرودخانی ها البته دو پهلو را بسیار توجه میکردن و نام پهلوان و آوازه پهلوانان میرفت و آوازه سراینده حافظان. اینا خیلی مهم بودن. وقتی که توجه میکنید به تاریخ احساس میکنید که همین دستور باید باشد، برای که اونها هم حامی ملتن، سراینده ها و حافظا و هنرمندان حامی ملتن. چرا؟ اونها حمایتگرن، اینها ترنم میکنن و میبینید که در سعادت را، خوشی را، پیروزی را، 30 سال استقلالیت وقتی که ما روز جشن ها داریم، فقط وطن سرای ها و اونهایی که هدایت میکنن اینها هنرمنده هستن، سراینده ها هستن. و در دوره پیش هم از دوران کروش کبیر سر کرده اینها بسیار مرتبه عالی داشتن، از قصه های پیشتر میخوندن و مردم تحریک میدادن که برای کامیابی ها و دستاورت های تازه. شهرت اسپان مردمی ما، شهرت اسپان خطلی از دوران تخارستان، از عصر 5، از 4-5 این طرف خیلی در ادبیات برجسته است و بودن اسپم از چپندازان مشهور، از سواران خیلی مشهور عبارت است که این پیوند میکند ما را با همان طایفه های اسواران که هنوز از زمان هخامنش ها بود. آنها جوان مرد بودن، آنها حامی کشور بودن، آنها فرزندی همه دانسته می شدن، در همه جا اعتبار داشتن و هر نفری که اگر مشکلات داشت آنها وظیفه دار بودن که نه همچون برادر حل. تشکر زیاد. خوب اومدیم از تاریخ نوروز، از ماهیت نوروز اومدیم تا به دوران صاحب استقلالی که هنرمندان، اگر پهلوانان از زور و بازوی خود مردم را شناس میکنند، آشنایی میکنند، معرفی میکنند، هنرمندان مثلا فرهنگ را ترغیب میکنند، پیروزی سپه سالاران را ترغیب میکنند و عین زمان به مردم روحیه بالیده می باشند، ذوق تام می باشند، طبع کامل می باشند. یعنی این دو پدیده به هم پیوند معنوی خوب دارد. خوب، اکنون چون اینها در نوروز رایج هستند، این تدبیرها اندیشیده شدند، بسیار می خواستم بگوید که نوروز یا جشن گرفتن از نوروز، از آیین نیک نیاگان، در تحکیم استقلال و آرامی جامعه مخصوصا در شب و روز کنونی چه نقشی داشته میتواند؟ این نقش ثابت شد. ما میتوانیم در اندیشه اختلاف داشته باشیم، در عقیده اختلاف داشته باشیم، ولی در جشنواره نداره. بله. خودی گفتار نیک، پندار نیک و رفتار نیک، این دعوت به همون است. دعوت به اون است که ما هممون به یک چیز روانه هستیم. در کجای از جشنواره ها احساس بدی نمایان می شود، می توان که این را پیوست کرد با غایه های ملی و اون تشبسی که امروز پریزیدنت تاجیکستان دارد امام علی رحمان. نو ایان ما را متحد می کند به وسیله یک چیز. ما البته گذشته ما نباید بدانیم. گذشته ما در چی نهفته است؟ پیش از همه در جشنواره همون، جشنواره همون گفتم ارخیتیپ است، این هم تو نام نیست. وقتی که ما سعی و تلاش میکنیم و واقعا اگر صدقا تلاش میکنیم،
علاکه مون ملت هستیم. ولی اگر در زبان باشد این خیلی بد است. اگر واقعا همین دستور عملی شود در اون صورت ما خیلی بردی زیاد میکنیم، هم جسمان و هم روحان متحد میشویم، که این در تلاش پریزیدنت هم به همین است. زیویان ما باید در خانه ها جشنوارهای نوروز با فرزندانشون بپذیرد و جشن بگیرد. همون روز نوروز توفه با خود بگیرم برای فرزندان. تشبوس تنها از بالا است، از پایان هم بدنش در کار. اون وقت بله. یک زمینه بزرگی خودشناسی می شود. وقتی که ما میگیم خودشناسی ملی یا افتخار ملی، حال با خودشناسی ملی رسیدن در کار، بعد افتخار داشتن در بعد خودشناسی ملی از چه شروع شد؟ ما جشنواره ما گرفتیم، اکسی نقطه بسیار عجایب و سگر اساسی نمیشد. عرب آمد اول جشنواره ها را نیست کرد، برای که در جشنواره ها فرهنگی پیشی نبود، تاریخ را سوزان بود. برای همین فردوسی گفت که از این مارخار اهریمن زادگان، زیدانیش شرم بی بهرگان، آمدن جسده را سوزان کردن، برای که نشانه ها در همون بود. اما این زنده کردیم، یعنی فرهنگ مون زنده کردیم. در چهار جشنواره که داریم کلن میتوان نمایش داد فرهنگ بسیار کهنه مردمی ما را. دیگون تعلیمات پرورش شکم را نکرده است، پرورش تفکر را کرده است، شعور را کرده است، عقل بینش را کرده است. صداقت بسیار عجیب مردم با جشنواره است. از کدام دوره چیزی پنهان میکند که در امون در سرخانش باشد تا اینکه سبب فال شود و سال دیگر با هم دستور زیباگی ها پیدا شود. اینا علاقه سنجیده شدن، از امتحان ها گذاشتن، اینا خالی نیستن، به حکمت نیستن. خدمت و بزرگی شاعران یکی شعر میگفتن، ببینید در همین دوره عصر نهوده، دوره سامانیان میگیم، تا قریب عصر دوازده در همه شاعران همه جشنواره ها نیست. بعد گم شد با تدریج، همون مقاومت خلافت زیادتر شد و همین آیسته آیسته از میان رفت. ولی در دو عصر قریب 400 شاعر البته در باب نوروز صحبت میکنند، البته در از صده یاد میبرند. شاعران از ابتدا هم خودشان بسیارشان سراینده هم بدن، مطرب سراینده هم بدن، مطرب هم بدن، قصه‌گو هم بدن. مو خدمت آنها را در نگه داشتن زبان تاجیکی ما کمتر توجه می‌کنیم. خود به خود زبان تاجیکی از دوره به دوره نگذشت. از فردوسی و رودکی و آیستا آیستا اینا گرفتن آوردن در زبان مردم دادن و مردمی که در دهات بودن به وسیله سراینده ها، همین بسیار روبایی هایی که در اصل نوده هست هم چقدر زیبا هستن. اینا را با هم کی آورد؟ هنرمنده ها از زنده به زنده آوردن. توجه کنید که جشنواره های ما بی موسیقی و سرود نیستند، شاد افزا هستند، ما تحریک دهنده هستند. حالا در رفت صحبت اشاره شد که در جشن نوروز بسیار خوب است که اگر ما در لباس هایمون رمز نوروز رو انعکاس کنیم داشته باشیم. در اینجا پیش نظر میاد همون چکانه که تمام طبیعت در آن انعکاس می شود، از خورشید، از طبیعت. با پیشنهاد پرزیدنت تاجیکستان جناب ولی محمدی رحمان، رمز نوروز هست که به شکل یک ستارچه زیبا و نقش در میان مردم هست. اینا رواج دادن در کار، باید در همه جا باشد. پیش از نوروز در عرفه میگم، من میگم در دهه نوروز ما باید البته اونا در پیجکمون داشته باشیم. چکن لباسی جشن هست، صحنه هست، جشن بور هست. برای چی؟ ببینید یک بزرگی مردی ما هست که یک عالم، یک دنیا را در یک پیراهن نشر میکنه. بله. دو کاسه گلی که در دو طرف هست، این اگر ماه و خورشید باشد، ستاره ها هست، اونجا کنگره ها دارد، بسیار چیزهای زیبا دارد، گلی نیلوفر دارد، گلی انار دارد، اینو دارد. مردم در یک لباس اندیشه هزار ساله را جمع کرده است. این یک داستان بزرگ است، بالای متا ریخته شده است. بله.
ما میگیم هفت رنگ داریم، توجیکا 77 رنگ بینه به این آمیخته دیگه رنگ ها رو با وجود آورد. متایی که استفاده میبرن و دخته میشود او را زمینی همون چی میگن، در اون زمین چگونه باید شد، سفید باشد، سیاه باشد، زرد باشد، دیگر باشد، کدام رنگ گرم است، کدامش خنک است، مجازش کدامش گرم و خنک است، در کدام حالت میتواند مجاز تغییر بیابد. بله. و بعضی مردم هم میگن که در لباس میزیبد و بعضی میگن نمیزیبد. آخه رنگ تباید بدون، بعضی رنگ ها برای بعضی مردم تحریک دهنده بیماری ها هست. واقعا همینطور است. برای بعضی مردم تسکین دهنده هست. خیلی همین رنگ سبز تسکین دهنده هست. آرامی بخش هست. بله. و برای همین در بسیار کشورهای برای بیماری هایی که بر عصب داره، بر عصبش نمیشه، در جای گذاشته میشن که همین چیز طبیعت نما داشته باشد. طبیعت نما داشته باشد. در چهار جشنواره ما این گونه نمونه های کرتو های چکن، اطلس، همه اینا استفاده شود. سخن اطراف اندیشه خیلی کهنی مردم میرد که اونها چی میخواستن؟ ما نیز چند تن کوشش کرده استودیم که درک کنیم در سرچشمه ها چی میگوین؟ یعنی اندیشه خراب نشود. بله، اندیشه که در لباس انعکاس یافته است، مجسم شده است، آفریده شده است، اینا غلط فهمی نشود در میانه. ما باید در تاریخ ما ریالیت رو انعکاس کنیم، واقعیت داریم، برای اینا بسیار چیزا داریم، برای انعکاس واقعیت همه دلیل ها را داریم. سرزمین امروزه تاجیکستان یک زمین نکشاده تاریخی است. بسیار جای های آرکیولوژیکی کشاده نشدند. توجه خاصی ما به فولکلور ما نکردیم. باز بود با تاریخ در فولکلور باید جز. در همین دو بیتی تقویم است. یک کس میخواند که از بالا کلنگ آمد و خوش مرغاوی عاشق شدم با دختری کلابی. گفتن که درش تناسب سخن نیست. اولان که چیزی که یادی هست، گفته است که از بالا بهار نمید، کلنگ آمد، مرغاوی بسیار، همون شب روز من عاشق شدم. خوش مرغاوی نیست، خوش مرغاوی، این ما استفاده میبریم این عباره ها را. یک اون معرکه بیم میگه خوش آدمی آمد، خوش گفتی، همه همین چیز را توجه باید کرد. در اون صورت ما البته به مقصد ما میرسیم و هدف هایی که در جشنواره های ملی گذاشته شده آنها است. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در شناخت نوروز بسیار اندیشه های زیبا دارند، از جمله میگویند که نوروز زاده خرد است، تفکر سالم است، همان گونه که گفتیم در رفت صحبت یادآور هم شدیم. اما ادامه منطقی سخن این است که جناب علی ما را تلقین میکنند، راهنمایی میسازند که در عرفه جشن نوروز خیرخواه باشیم، از حال برجاماندگان، پیران، مایبان، بیچارگان، بینوایان خبردار باشیم، نیایش کنیم در مجموع. همین گونه ما را تلقین میکنند. در این خصوص شما چی نظر دارید؟ یک احترام ویژه من به پرزیدنت تاجیکستان جناب علی امام علی رحمان از آن است که او فرزند طبیعت است، فرزند طبیعت تاجیکستان است، با خون و پوستش فرزند این دیار است. درک میکنه، تنها ما آدم درک میکنه، بلکه طبیعت درک میکنه. او در کوهستان زاده شده است، برابر همون گندمی همون منطقه روست است، برابر گیابی سخت است، همه چیز خوب درک میکنه. همون خودش رو میبیند. بله، در عملهاش، در حرکتهاش، در همه چیز دیدن ممکن است. ببینید تشبوسی که امام علی رحمان بنیاد میخواد، سالهای 60 شروع میکردیم، تاجیکستان جنگلستان میشد، یک جنگلی بسیار بزرگی میشد که برای همه چیز به طریق دیگر بگیم. اگر هم سالهای 60 همین عملها را باغستان میشد، گلستان میشد، نیروی بزرگی که شوروی داشت میکرد و چقدر کشور زیبا میشد. از روزی که آمدن میگه که نوروز نیهال شنانی است، نوروز شناندن یک گل است، نوروز شناندن پای دیوار خانه است، خانه اندازه است، با فرزندتان کوشش کنید، یک نقش دوختن است، یعنی آباد کردن است. همین چیز رو میگوید و در همین مدت تازه ما میبینید بسیار که منطقه ها را شناخته نمیشد که درخزار شده است. بسیار مردم ضرور است که
مسئولیت احساس کنند برای مردم تاجیکستان است، برای آیندگان است. وقتی که ما در مورد خیرات میگوییم، جای دیگر بحث ندارد که در او بدی باید جون نداشته باشد. جون نمیگیرد در اونجا. چرا؟ از دوران خیلی پیش است که یکی از آینهای نوروزی این بود که همه را برابر میکند. نوروز وقتی میدان میبرید همه برابر است، دستگیری هم دیگر. البته خودش اشاره به همون است که طبیعت انسان ها را آفرید با باید انسان برادر انسان باشد و همدیگر نزدیک باشد و کوشش کند که یک نفری که از نظر جسمانی یا روانی کامل نیست با اون کمک باید کرد، نیاز دارد، هم نیاز دارد باید. البته این رسالت انسانی است. آخه از جشنواره ها اینو تقویت میدهند، گردست فتاده بگیری مردی باید. همون اشاره به همون جوان مردی های اسواران است که بعدتر در اروپا با نام ریتسرها مشهور شدند. همین است. یا سعدی میگهد که اگر ببینید و بینا و چه هست، خوب شکل دیگرش هست، میگهد که لاف سرپنجگی و دعوی مردی بگذار، عاجز نفس فرومایه چی مردی چی زنی، گرت از دست بیاید دهنی شیرین کن، مردی آن نیست که مشت بزنی بر دهنی. همین کار در همین روز اگر با سخن یک نفر خرسند کردی و اگر با شیرین، چرا میگن در نوروز صبح خیس یک انگوبین بخور دهنش شیرین کرد؟ البته دهنی بد هیچ وقت با انگوبین شیرین نمی شود. مقصد همین است که اشاره است که همین روز اقلا گپی بد نگو. بله. با یک نفر دیدی پندار نیک رو در خود را همدازی کن. بله، سخن نیک در همه وقت نیک ضرورت است. نیک است. چرا ما یک نفر را بگیم که بگیم کرنیت پاک است و دل پاک است و پاک است آرزو تلقین میکنه در این طبیعت که اکنون نوبتی کشت رسید. خلان که در دوره پیش میگفتن که دانه کاریدن تخمی اشویی کاریدن است. تخمی اشویی یعنی تخمی راستی کاریدن است. چرا این کار را میکردن؟ و زندگی در پیش بود و آین هایی که به این وابسته است، کشت کردن، باغ آباد کردن، دست یک بینوا را گرفتن، سخن نیک گفتن و به همین مانند هزار چیز آین های نوروزی هستند. و مهمترش از همه در نتیجه میبینیم که تاجیکستان از آنی که تصور میکردیم باز زیباتر و بزرگتر میشد. همه همین مردم متحد میکنن. در راستای دست هم گرفتن صحبت کردیم، سخنی نگفتن صحبت کردیم، اونجا شما باید که پرچه شعری که از سعدی قرائت کردید خوندید. عمر خیام نیز میگوید که گر بنده کنی به لطف آزادی را، بهتر که هزار بنده آزاد کنی. یعنی یک نفر رو که با لطف و مهربانی، با سخن شیرین، با خوش گفتاری، شیرین گفتاری، شکر گفتاری، با خود مسخر میکنی، رام میکنی، دوست میکنی، رفیق میکنی، بهتر از اون است میگوید که جمله مردم رو از بندگی، از بردگی رها کنی. خوب میگذاریم با مسئله که بسیار مهم است در راستای پاس داشتن نوروز. امروز بر دوش ما وارثان این تمدن بزرگ چی مسئولیتی است برای پای برجا نگاه داشتن نوروز، برای به نسل های آینده به میراث گذاشتن آن و همانو همچون جشن بین المللی باز هم شهرت یارتر کردن نوروز. با جهانی شدن نوروز یا بین المللی شدن نوروز در ما مسئولیت زیاد شد. ما همچون نماینده و پایه‌گذار نوروز او قدر مسئولیت این شب روز داریم که در پیش جهان متمدن از پیشتر و بیشتر است. یعنی هر عملی که ما در دنیا میکنیم باید سزاوار همان بنیادگذار نوروزی باشیم، اجدادی که نوروز را آفریده است، و از دیگران پیشتر رویم. بجز از صورتهای خاصی که برای نوروز است در دفترهای بچه هامون، دفترهای مکتب های میانه، در برابر دیگر بزرگان یک دفتر با نوشته نوروز و یک پاره بیت
پیدا کردن هدیه خلطه هایی که برای فرزندان آمون هست، رمز سومنک در همه جا استفاده کردن، با بچه ها هدیه درست کردن. و هیچ نباشد باید ما سعی تلاش کنیم که زیایی آمون و مردم هم تقاضا داشته باشیم که در خانه هاشان روز 20 و 21 جشن نوروز در خانه جشن بگیرند. ما فقط نگوییم، همین بگویی غذایی که به نوروز وابسته است خاصا آماده کنیم، به فرزندان بگیم که امروز روز نوروز است، مبارک شود، مبارک شود. بله. هم سخن نیک است به خانواده، به همسر، به مادر، و صداقت صمیمی باید داشته باشیم. دیگر البته جهان در حرکت است، همه چیز تغییر می‌یابد، تحول می‌پذیرد. بله، همه این چیزها هستند. کوشش باید کرد که به همون نقطه های بنیادی نوروز زیان نیاریم. تشکر برای صحبت واقعا جالب، جذاب، برای صحبتی که بیننده از آن برداشت میکند، برداشت نیک میکند، و بار دیگر به حکمت نوروز، به ماهیت نوروز، به اصلی با وجود آوردن نوروز، پدید آوردن نوروز آشنایی بیشتر پیدا میکند. بینندگان گرامی، یادآور میشویم که صحبتی داشتیم با جانی بیک اسراریان، مدیر کافدرای تاریخ خلق تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان، دتسنت. در اینجا صحبت ما به پایان میرسد. سربلند و خانواد باشید.